در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوال هایی که یک شنبه 9 بهمن 1401 از معظم الله پرسیده شد این بود که در بلاد غیر متعارف که روز آنها 20 ساعت یا بیشتر و یا 4 ساعت و کمتر است، فرموده اید که به بلاد متعارف و همچون مکه، مدینه و کربلا رجوع کنند و به همان مقدار ساعتی که در این بلاد روز هست روزه بگیرند. وجه این فرمایش چیست؟ پاسخ آیت الله العظما شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. این مسئله شبیهش تو عرات الوسقی داره، غالبا هم فقها حاشیه نکردن، بعضی نادر کم خیلی حاشیه کردن. ایشون فرموده این قطب جنوب و قطب شمال که چند ماه تاریک اصلا، یعنی شب همش، نه فجر داره نه طول نه زوال آفتاب داره. عروه فرموده اونا باید نماز بخونن و روزه بگیرن طبق بلاد متعارفه، یعنی مثل عراق، مثل ایران، مثل خلیج، مثل حجاز، طبق اینا. وقت از اون میشه برداشت کرد با شهرهایی که زمان روزش یا شبش غیر متعارفه در بزرگی و کوچیکی، یعنی 20 ساعت روزه یا 20 ساعت شبه، 2 ساعت روزه، این فایده نداره 2 ساعت روزه بگیره. اگه 20 ساعت روزه باشه لازم نیست 20 ساعت روزه بگیره، چون قرآن که فرموده ثم اتم الصیام الی اللیل، یعنی لیل متعارف مثلا، و قرآن الفجر یعنی فجر متعارف، خیط اسود و خیط ابیض یعنی متعارف. اگه غیر متعارف شد همش رجوع به متعارف میشه. اینو فقها دارن، از نمیدونم از محقق علامه به بعد بگیرید مکرر دارن اینو. وجهش همینه که هر چیزی که گفتن المطلقات به اطلاقش حجیت نداره اگر اون مصادیق غیر متعارف باشه. چی ندارن؟ موضوع برای سیام ندارن. چی؟ چرا؟ میگم وقتی که 3 ماه شبه، 6 ماه شبه چی کار میکنن؟ نه، شما میگه ساقط میشه. فقهای اسلام گفتن ساقط نمیشه. ببینید عروه رو، مثلا عروه رو گفتن به خاطر اینکه این مسئله فقط ما مطرح نمی کنیم. عروه داره اینکه 3 ماه یا 6 ماه شبه یا چند ماه روزه گفته نماز بخونن طبق شهرها متعارف. نه نه، سیام هم گفتن نه لا تسقط، برای سفر یسقط سیام، برای مرض یسقط، اما جاهای دیگه لا یسقط. نه، در نشست علمی یک شنبه 9 بهمن 1401 همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره ملاک کثیرالسفر، مطهر بودن آب باران، اقتدا به امام جماعت در صورت شک در قرائتش، اقتدا به امام جماعتی که مأموم علم به نجاست لباسش دارد ولی امام جماعت نمی داند، اقتدا به امام جماعتی که در مکان غصبی نماز می خواند، حکم ساختمانی که با خصوصیات مسجد ساخته شده ولی نمیدانیم صیغه وقف به عنوان مسجد برای آن خوانده شده یا نه، وظیفه فاقد الطهورین برای نماز، حکم وقف یک مکان برای مسجد و حسینیه، حکم شخصی که حین نماز عصر یا بعد از آن متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده، حکم نشست خواندن نماز استیجاری پرسیده شد که آیت الله العظما شیرازی دامزلو به یکایک سوالها با سعی صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو به صورت روزانه در بیت معظم الله
در شهر مقدس قم خیابان چهار مردان کوچه 6 رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.